بر اساس جدیدترین مقاله‌ای که در مجله نیچر چاپ شده، افراد سالم رو با افرادی که دچار بیماری زوال عقل بودن مقایسه کردند و به سه ماده مغذی دست پیدا کردند که در افرادی که سالم بودن بیشتر بود. این مواد مغذی باعث جوانسازی سلول‌های مغز، بهبود عملکرد و بهبود حافظه میشه. مجله نیچر مجله بسیار معتبریه و اگر میخواهید برخلاف افزایش سن مغزتون رو تیز و قوی نگه دارید، من این سه ماده رو معرفی میکنم و میگم که تو چه غذاهایی میتونید پیداشون کنید. همونطور که گفتم در این تحقیق افرادی که با افزایش سن دچار آتروفی و کوچک شدن مغز شدن رو با کسانی که در افزایش سن تأثیری روی سایز مغزشون نداشته و سالم موندن مقایسه کردن و آزمایش های مختلفی رو با دستگاه بسیار پیچیده انجام دادن تا به این سه ماده مغذی رسیدن. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، رژیم غذایی که به رژیم غذایی مدیترانه‌ای نزدیک باشه میتونه این مواد مغذی رو بسیار خوب بر بدن ما فراهم کنه. اما ما اصلا نمیخوام راجع به رژیم مدیترانه‌ای صحبت کنیم. من میخوام دقیقاً اون مواد مغذی رو بهتون معرفی کنم و بگم دقیقاً تو چه غذاهایی بیشتر هستن و راحت پیدا میشن. این مواد مغذی به سه گروه عمده تقسیم میشن: اسیدهای چرب، کاروتینوئیدها و ویتامین‌ها. سه تا از اسیدهای چرب که در افراد سالم بیشتر بودن شامل ایکوزاپنتانوئیک اسید، آلفا لینولئیک اسید و دی همو گاما لینولئیک اسید هستند. البته اصلا لازم نیست که نگران این اسامی پیچیده و قلمبه سلمبه باشید، چون من میخوام مواد غذایی که شامل این اسیدهای چرب هست رو بهتون معرفی کنم. هر سه این اسیدهای چرب به کاهش التهاب معروف هستند و باعث کم شدن التهاب در سد خونی مغزی در مغز ما میشن. سد خونی مغزی مثل یک مانع بزرگ و قویه که مخصوص مغزمونه و از عبور و مرور موادی که میتونه به مغز آسیب بزنه جلوگیری میکنه و اگر ملتهب بشه و آسیب ببینه، مواد آسیبزا میتونن به سلولهای مغز ما نزدیک بشن. مواد غذایی که منابع خیلی خوبی برای این اسیدهای چرب هستن شامل ماهی و صدف، بذر کتان، دانه کنف، روغن زیتون، روغن سویا، روغن کانولا، دانه چیا، دانه کدو تنبل، تخمه آفتابگردان و سبزیجات برگدار و گردو است. یک دسته دیگر از اسیدهای چرب، اسیدهای چرب اشباع هستند. اسیدهای چرب اشباع به طور سنتی ناسالم تلقی میشن به خاطر تأثیراتی که روی چربی خون و قلب و عروق میتونن بذارن. اما در بین این اسیدهای چرب اشباع گونه های مفیدی هم دیده شده که میتونن حتی باعث افزایش سلامت قلب و عروق و بهبود وضعیت دیابت و همینطور بهبود وضعیت مغز بشن. یک مثال از این اسیدهای چرب اشباع شده و بلند زنجیر لیگنوسریک اسیده که به وفور در بادام زمینی و آجیل ماکادمیا پیدا میشه. دو اسید چرب پایانی که در این مقاله کشف شده واکسینیک اسید و گندوئیک اسید هستند. این دو اسید چرب فعالیت آنتی اکسیدانی دارن و در ادامه توضیح میدم که آنتی اکسیدان چرا برای مغز مفیده. اما منابع غذایی خوب برای این دو اسید چرب شامل محصولات لبنی مثل شیر، کره و ماست هستش. دسته دوم کاروتینوئیدها هستند. کاروتینوئیدها باعث ایجاد رنگ در سبزیجات میشن، مثل رنگ سبز، نارنجی و قرمز. کاروتینوئیدها آنتی اکسیدان های قوی هستند. مغز ما به خاطر اینکه فعالیت زیادی داره و عمدتاً از جنس چربیه، در مقابل اکسیدان ها ضعف زیادی داره. به خاطر همینه که آنتی اکسیدان ها برای سلامت مغز ما خیلی مهم هستند. به علاوه این کاروتینوئیدها برای سلامت ساختار مغز، عملکرد شبکه مغز و حافظه نقش بسیار مهم و ضروری ایفا میکنند. بهترین منبع برای دست پیدا کردن به کاروتینوئیدها شامل اسفناج، کلمپیچ، ذرت، فلفل دلمه‌ای، چه قرمز، چه سبز یا زرد، گوجه فرنگی، هندوانه، گریپ فروت، طالبی، کرم بروکلی و هویج است. دسته آخر شامل ویتامین ها میشه که دو ویتامین مهم در این آزمایش کشف شدن: ویتامین ای و کولین که یک شکلی از ویتامین بی هستش. ویتامین ای هم آنتی اکسیدانه که نقشش رو تعریف کردیم و هم در انتقال اسیدهای چرب مفید به مغز نقش مهمی بازی میکنه. بهترین منابع غذایی برای ویتامین ای شامل آجیل، دانه ها و روغن های گیاهی و سبزیجات برگ سبز
هستش. کولین هم یک ماده مغذیه که شبیه ویتامین B هستش و دو تا تأثیر خیلی مهم داره. یکی برای ساخته شدن فسفاتیدیل کولینه که یک ماده بسیار مهم در غشاء سلولهای ماست و دومی برای ساختن استیل کولینه که یک انتقال دهنده عصبی بسیار مهم و ضروری در مغزه. به علاوه این ماده تأثیرات خوبی بر عملکرد اجرایی مغز و حافظه هم میذاره. منابع سرشار برای دست پیدا کردن به کولین شامل پروتئین های حیوانی مثل گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ هستند. به علاوه اون در سبزیجات هم پیدا میشن. این سبزیجات شامل کلم بروکلی، جوانه بروکسل، کلم، گل کلم، تربچه، واسابی، خردل و شلغم میشن. خب من مواد مغذی و راه‌های دستیابی به این مواد مغذی رو بهتون معرفی کردم که این مواد مغذی از مقایسه مغز افرادی که دچار زوال عقل و کوچک شدن مغز شده بودن با افرادی که در همون سنین بودن ولی دچار زوال عقل نشده بودن به دست اومده. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده خواهش میکنم با لایک کردن میتونید از این ویدیو حمایت کنید و همینطور میتونید لینکش رو برای دوستاتون و اعضای خانوادتون هم بفرستید. اما یه نکته خیلی مهم راجع به این صحبت هایی که کردیم وجود داره و اون اینه که مواد غذایی یک بخشی از پکیج سلامتی مغز رو تشکیل میدن و عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار دیگه ای هم وجود داره. یکی از این عوامل مهم ورزش کردنه که توی ویدیوی دیگه کامل توضیح دادم و لینکش رو میذارم توی دسکریپشن، میتونید نگاه کنید. دوم، داشتن خواب خوبه که برای سلامت مغز بسیار مهم و ضروریه. و سوم، انجام فعالیت‌های مغزیه. فعالیت‌های مغزی مثل ورزش کردن که عضله‌ها رو قوی می‌کنه، باعث قوی شدن مغز میشه. هر چقدر بیشتر از مغزمون فعالیت بکشیم، مغز بیشتر رشد می‌کنه و سالم‌تر می‌مونه. بعضی از این فعالیت‌هایی که انجام می‌تونیم بدیم، حل کردن جدول، بازی کردن ویدیو گیم و یکی روشی که خودم خیلی دوست دارم یادگیری زبان جدیده. یادگیری زبان جدید میتونه از چندین ناحیه روی فعالیت مغز تأثیر بذاره و مغز رو قوی کنه. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. یادتون نره بر دوستاتون بفرستید. خداحافظ.